درود بر شما باد. من در مورد چند تا موضوع بایستی که صحبت کنم. محور اصلی این صحبت ها راجع به سرکوب ها و موج جدید بگیر و ببند هست و اینکه جمهوری اسلامی خودش رو در چه وضعیتی میبینه که اخیراً موج دستگیری ها رو بسیار گسترش داده و سرکوب ها رو تشدید کرده. مسائلی راجع به برجام، مسئله بمب اتم، سیاست های خارجی رژیم، اینها مطالبی است که من تصمیم دارم مطرح کنم در چند ویدیو کوتاه و جداگونه. خب اخیراً رژیم جمهوری اسلامی و از چند ماه پیش بازداشت ها رو تشدید کرده، سرکوب رو تشدید کرده. اگر اشتباه نکنم موج جدید سرکوب ها برمیگرده به اعتراضات معلم ها. معلم ها وقتی که اعتراضاتشون رو گسترش دادن در شهرهای مختلف و شعارهای اونها رادیکال شد و هشدار دادن به رژیم، رژیمی که احساس می کرد با تسامح برخورد کنه با تجمعات صنفی مثل تجمع معلم ها، بازنشسته ها، کارگر ها، کشاورز ها، مالباخته ها، احساس کرد که موج این تظاهرات داره گسترش پیدا می کنه، شعارهای اونها داره رادیکال تر می شه و به خصوص معلم ها وقتی که هشدار دادن گفتن که جنبش معلمان آماده قیام است و بعد تعداد زیادی از رهبران معلم ها رو بازداشت کردند و همچنان که پیشتر آمدیم گرانسازی ایجاد کردند، نان رو گران کردند و تمام ارزاق عمومی رو گران کردند. مسئله ارز ترجیحی 4200 تومان برای کالاهای اساسی رو حذف کردند و به همین دلیل هم چون پیشبینی میکردن اعتراضات زیادتر خواهد شد، لذا به موازات اون شروع به بگیر و به بند کردن و ما احساس میکردیم در مورد فضای داخل کشور به ویژه در مورد مبارزین و فعالین این فشارها رو احساس میکردیم. مهندس یاسمین حنیفه که عضو شورای رهبری جبهه دموکراتیک ایران هست، از اعضای بسیار فعال جبهه و در اصل سمت معاونت من رو در همه این کارها داشت، ایشون رو از چند ماه پیش مورد فشار قرار دادن، تهدید میکردن، از طریق سایبری ها در پیجای ما وارد میشدن، فحاشی میکردن، چند بار ایشون رو احضار کردن و در نهایت در 8 مرداد همینطور که اطلاع دارید ایشون رو دعوت کردن، احضار کردن به بازپرسی مقدس در اوین و بعد از اون دیگه بر نگشت. در مورد ایشون توضیح میدم و بعد بر میگردم در قسمت‌های دیگه به سایر برخوردهایی که داره صورت میگیره و ما باید آماده باشیم، هوشیار باشیم. خانم حنیفه رو در سال 98 در 7 آبان و با هم بودیم به سمت پاسارگاد می رفتیم، در آباده ما رو بازداشت کردن، ایشون رو نگه داشتن، به اسارت بردن، شبانه به زندان اوین در 209 بردن، حدود 1 ماه زیر شکنجه قرار دادن، اتومبیل ایشون رو در اصفهان نگه داشتن و اوراق کردن در اصل، موبایل، گوشی، تبلت، هرچی که داشت در 2 بار به خانه ایشون هجوم بردن و با خودشون بردن و در این مدتی که در انفرادی 209 بود، بعدن که آمد بیرون و برای ما تعریف میکرد، کاری کردن که وزن ایشون به 47 کیلو رسیده بود و شکنجه روحی کردن شون رو به عنوان رهبر معاند، به عنوان برانداز، حتی چون تحصیل کرده انگلستان در اکسفورد هست گفتن که جاسوسی. علاوه بر فشارهای اینچنانی
حتی آزارهای جنسی دادن، در نزد ایشون واژه‌های رکیک به کار بردن و یکی از بازجوهای کثیف آنگونه که ایشون تعریف میکرد سعی میکرد با لمس ایشون و کارهای بسیار ناشایستی که من حتی نمیتونم بگم آزار بده ایشون رو و لذت جنسی ببره از اسیری که زیر دستش هست. برای اینکه اینا یک تزی دارن میگن که کسانی که مخالف ما هستن به ویژه به حجاب اعتقاد ندارن، که بعدن راجع به این صحبت خواهم کرد، و جز مخالفین هستن، اینها از دیدگاه نیروهای امنیتی سربازان گمنام امام زمان اینها اسرای هستند که میشه باشون هر کاری کرد. میدونید در فرهنگ اینا هست دیگه که اسیر رو به کنیزی ببرن و کنیز رو هم ملک شخصی میدونن و اساسا برخوردهاشون با کنیزها و در غلامها که اینا رو به اسارت میگرفتن اینا رو مایملک خودشون به حساب میارن، در دینشون هست، در فرهنگشون هست، در مذهبشون هست. و مگر اگر مثلا 4 همسر عقدی داشته باشن، 7 صیغه ای داشته باشن، کنیز هم میشه جزء یکی از اینا که جزء به اصطلاح ملکت ایمانهم هست و هر کاری میتونن باهاش بکنن. بنابراین الان هم که بازجوهای جمهوری اسلامی توی این 40 سال گذشته وقتی که دخترها و زنهای مخالف به ویژه اونهایی که معتقد به حجاب اجباری نیستن رو دستگیر کردن، موارد بسیار زیادی اینها شکنجه دادن، شکنجه آزار جنسی دادن. معروف هست که زمانی که در دهه 60 اعدام میکردن اونهایی که باکره بودن و دختر بودن یه پولی میدادن و میگفتن به عقد در بیارید و قبل از اعدام باکرگی اونها رو بردارید. و این تز کثیف اونها بوده و من موارد زیادی اطلاع دارم که اینها دخترها رو آزار جنسی دادن، آزار جنسی میدن و این دخترهای فرهیخته، این دخترهای مبارز با شهامت مثل یاسمین حنیفه زمانی که در چنگ اینها گرفتار میشن، نه اینکه ضعفی از خودشون نشون بدن، نه اینکه ترسی داشته باشن، نه اینکه از شکنجه بترسن، اما تمام نگرانیشون همین آزار جنسی هستش که اینها بلدن چگونه آزار بدن. و بعد از اینکه ایشون از شکنجهگاه توحید موقتا آزاد شد، مرتب در جایی در مرکز اطلاعات به اسم خیابان گلنبی احضار میکردن، اونجا هم به نحوی آزارهای جنسی ادامه پیدا کرد و نیز فشارهای سنگین که تو بایستی که با ما همکاری کنی، بایستی که با جبهه دموکراتیک ایران و تبرزدی ارتباطت رو قطع کنی، بیا به ما به تو خونه میدیم، پول میدیم، چون تو آدم واردی اکسپرتی هستی در مسئله اینترنت و بلدی چی کار کنی، بنابراین برای ما کار کن، بیا علیه تبرزدی ویدیو بساز. و فشار سنگینی برای اینکه ایشون رو ببرونن و این مبارز در واقع خستگی ناپذیر مقاومت کرد و زیر بار نرفت و ایستادگی کرد و بعد ایشون رو با 1 زندان به اوین بردن. اونجا هم مورد آزار و اذیت قرار دادن که ناچار شد ایشون اعتصاب تلفن کنه و به این نفع اعتراض خودش رو برسونه. پس از آزادی هم در این مدت مرتب زیر فشار بود، مرتب زیر در واقع تهدید بود، تا اینکه این گونه گرفتن و بردن. و ما نگران وضعیت ایشون هستیم، همینطور که نگران وضعیت بسیاری از دختران و بانوانی هستیم که اینها میگیرن میبرن به عنوان اسیر و فکر میکنن که هر کاری میتونن با اینها انجام بدن، که من باز در این زمینه صحبت خواهم کرد.